سلام، خوش اومدید همگی. فورتنایت بعد از اینکه تورنمنت استرالیا رو اجرا کرد، به اسکین رایگان و پیکاکس و رپ به کسایی که تونستن امتیازهای خوب بگیرن داد، دوباره مثل اینکه همین کارو داره انجام میده و این دفعه قراره اسکین و پیکاکس و رپ رایگان دوباره به بازیکن‌ها بده، ولی به روش دیگه‌ای هست و شما در هر سروری میتونید این تورنمنت رو شرکت کنید و این اسکین رایگان رو به دست بیارید. من توی این ویدیو کامل در موردش صحبت می‌کنم و توی بازی به شما نشون میدم که این اسکین چه شکلیه. یک آپدیت بزرگ داریم که یک ایونت با خودش داره. این ایونت معلوم نیست فعلا چیه، ولی احتمالاتی در مورد ولنتاین و یا ایونت هارلی کوین باشه، حالا کسی نمیدونه. توی این ویدیو کامل در موردش صحبت میکنم و اخبار یوتیوبرها و استریمرها هم توی این ویدیو دارم که مربوط به علی ای و لاکلن با اون فشن شوی که برگزار کرده ای که در موردش موضوعات ناخوشایندی پیش اومد که لاکلن و هیکم بدچهره میکنه که توی این ویدیو کامل من توضیح میدم. بچه ها تا ده میشمارم ویدیو رو لایک کنید. نه، این دیگه برای ویدیو قبلی با شوخش کنه شده، ما از این یوتیوبرها نیستیم، ولی ویدیو رو لایک کنید واقعا به کانال کمک میکنه و سابسکرایب هم فراموش نشه. داریم به 5000 تا سابسکرایبر میرسیم. آیرو گنگ داره 5000 تایی میشه و خیلی نزدیکیم و ویو هم این چند روزه واقعا دارن میترکونن. مرسی از همتون و یادتون نره که از کد سینایرو هم در آیتم شاپ استفاده کنید و بدون هیچ معطلی دیگه بریم به این خبرهای جالب برسیم. خب اولین خبر رو با داغ‌ترین خبر شروع میکنم که مربوط به اسکین رایگانی که فورتنایت قراره به شما بده، ولی روش خاصه خودشو داره و فورتنایت همینجوری خشک و خالی اسکین نمیده. به گفته خود فورتنایت در توییتر و اینستاگرام اعلام کرده، اسکینی که روی صفحه میبینید رو با امتیاز خوب گرفتن در تورنمنتی که قراره برگزار کنه میده و شما باید امتیاز خوب بگیرید. حالا من شرایط تورنمنت رو برای شما ترجمه میکنم و میگم که فورتنایت چی گفته. همونطوری که روی صفحه میبینید گفته در 15 و 16 فوریه که فعلا چندی روز مونده، حالا ما تا موقع ویدیوهای دیگه ای هم در این مورد خواهیم داشت، یک تورنمنت فقط بر روی پلی‌استیشن برگزار میکنه. فکر کنم قراردادی باشه که پلی‌استیشن و فورتنایت با هم دارن، پس مشخص شد که فقط برای بچه های PS4 خواهد بود. حالا من برای شما بگم که چرا این کار کرده. به خاطر اینکه PS4 پر بازیکن ترین پلتفرم در بیشتر بازی ها، چون هم راحت تره هم ارزون تره نسبت به کامپیوتر، چون کامپیوتر بخوای بگیری خیلی گرون در میاد و کارم باش خیلی راحته، برای همین بیشتر بازیکن داره و فورتنایت هم قرارداد باش بسته. پلی استیشن سونی رو داره، ایکس باکس مایکروسافت رو داره، ولی کلا بازیکن های پی سی بی پدر مادر موندن. چرا اینجوریه؟ کسی برای بازیکنهای PC تلاش نمیکنه؟ یه دونه اسکین مخصوص دریافت نکرده تا حالا. چرا اینجوریه؟ فورتنایت قرار تورنمنت رو توی سرورهای PS4 اجرا کنه. شرایط ثبت نامش هم راحته، پلی استیشن داشته باشید، اکانتتون بالای لول 50 باشه و دو مرحله بودن اکانتتون رو حتما فعال کرده باشید تا بتونید در این تورنمنت شرکت کنید، که زیاد چیز خاصی نیست و فقط دو مرحله ایشو بعضی مشکل دارن که اونم خیلی راحته. حالا من تو پلی استیشن نمیدونم، فکر کنم مثل همون اپیک گیمز فعال بشه. نوشته 1,000,000 دلار جایزه این مسابقات خواهد بود و میتونید روی صفحه قسمت‌های مختلفش رو برای هر سرور ببینید. که برای برزیل چرا اینقدر دلارش زیاده من نمیدونم، برای سرور برزیل چرا اینقدر گرونه، برای اروپا اولی 3000 دلار میبره، بعد NA East و NA West هم خیلی میبرم، ولی آسیا و خاورمیانه و سرورهای اقیانوسی که همون استرالیا و نیوزیلند و کشورهای دور و بر اونه پایین ترین رو دارن. حالا شاید فکر کردن اونا پول دارن، من نمیدونم. و غیر از پولی که به شما اگر مقام خوب بیارید میده، اگر شما جزء 5% از بهترین ها باشید اسکین تانگو رو دریافت میکنید، اگر جزء 25% باشید وایلد اکسنت و اگر جزء 50% باشید تیک اوور اسپری رو دریافت میکنید، که دیگه سختی های خودشو داره و شما باید این کارا رو انجام بدید و در روز دوم شما داستان واقعیتون شروع میشه و قضیه پولش میاد وسط، که 1,000,000 دلار وجود داره. در روز اول هیچ پولی نخواهد بود، ولی در روز دوم 4000 نفر برنده پول میشن به صورت جهانی در بازی و میتونن این پول رو دریافت کنن. اگر بازیتون تو PS4 خوبه حتما امتحان کنید. روز اولش که اسکین رایگان میده خیلی عالیه، به خاطر اینکه اختصاصیه و اسکین اختصاصی رو همه دوست دارن. حالا اگر PS4 نداشته باشید، یادم موقع بچگی ها میرفتیم اجاره میکردیم میآوردیم، با اینکه کامپیوتر داشتیم نمیدونم چرا دوست داشتیم با پلی استیشن بازی کنیم. من از اول چون کامپیوتر داشتم زیاد سر
پلی‌استیشن کار نکردم. اون موقع بازی کرش فکر کنم تو پلی‌استیشن کار میکرد، برای همین این کارو انجام میدادم. خلاصه میتونید در این تورنمنت شرکت کنید و اسکین اختصاصیشو دریافت کنید. گفته بودم که به شما داخل بازی نشون میدم که این اسکین چه شکلیه. بریم این اسکینو ببینیم و برگردیم. خب همونطور که دیدید این اسکین خیلی شباهت داره به اسکینی که توی مسابقات استرالیا بود و کسایی که تو مسابقات شرکت کرده بودن میتونستن به صورت رایگان دریافت کنن. خیلی شبیشه، فکر کنم چند تای دیگه هم ازش باشن به زودی. غیر از این که حالا باید ببینیم در آینده چی بود. این بود از موضوع تورنمنت. برسیم به موضوع بعدی که موضوع بزرگی در مورد آپدیت 11.50 که ما قراره کیاس انجین یا موتور واقعی آنریل انجین رو دریافت کنیم که ساختمون ها خراب میشن و اینور اونور میرن. میتونید روی صفحه کانسپت هایی رو ببینید، یعنی واقعی نیستن و ساخته شده توسط بازیکن ها هستن که واقعا قشنگ ساخته شده. امیدوارم که این شکلی باشه، ولی فکر نکنم درست همین شکلی که روی صفحه هست باشه. میتونید ببینید. من الان میخوام یکی از بازی های خود اپیک گیمز رو به شما نشون بدم که چنین موتوری رو توش به کار برده. بریم این کلیپ رو ببینیم و برگردیم. She's gone into RoboReady headquarters. That is a lot of targets. I know. Let's just recall the entire building. Demolition grade architectural recall systems are now online. Good thing it's a bank holiday. This place wasn't in great shape before we arrived. خب همونطور که دیدید فورتنایت به نظر میاد یه چیزی شبیه این میشه. ما فکر کردیم که در فصل جدید قراره چنین اتفاق بیفته، ولی قراره در آپدیت همین هفته این اتفاق بیفته. میتونید روی صفحه ببینید که این آپدیت کیه. بنابر پیش بینی ها پنجشنبه قراره این آپدیت بیاد، شاید هم فردا بیاد، نمیدونیم، ولی به احتمال زیاد پنجشنبه میاد و یک ایونت دو هفته‌ای خواهد داشت که این ایونت تا سیزن 2 طول میکشه. به گفته خود فورتنایت قبلا گفته بود یه ایونت دو هفته‌ای ما خواهیم داشت. خیلی ها فکر میکنن که این ایونت ولنتاین و فورتنایت قرار ایونت ولنتاین رو بیاره، چون ولنتاین میشه فورتنایت حتما یک ایونت میاره و ممکنه یک رپ رایگان به همه بازیکن‌ها بده. کسایی که از کریتور کد استفاده کنن، مثلا از کد من استفاده کنید و بتون یک رپ رایگان بده، چنین چیزی امکان داره و جایزه های دیگه ای هم که به صورت رایگان تو ایونت کریسمس هست بده. ولی شاید هم ایونت هارلی کوین باشه، شاید هم نباشه، چون هارلی کوین ممکنه به فصل بعد منتقل بشه ایونتش. خلاصه منتظر یک آپدیت بزرگ باشید تو این هفته. حداقل یک گیگ خواهد بود، از یک گیگ هم شاید بیشتر، چون تو کنسول ها فرق میکنه چیزی که فورتنایت میذاره. این بود از موضوع آپدیت. برسیم به موضوع بعدی که مربوط به یک لیک در مورد فصل جدیده که به احتمال زیاد ممکنه لودینگ اسکرین فصل جدید باشه که روی صفحه میتونید ببینید. در والمارت که فروشگاه زنجیره‌ای در آمریکا هست به نمایش در اومده. همونطور که میبینید ستای دیگه لودینگ اسکرینایی هستن که ما تو بازی داریم، ولی دومین لودینگ اسکرینی نیست که ما دیده باشیم توی بازی. پس احتمال میره که این لودینگ اسکرین مربوط به بتل پاس یا چالنج های فصل بعد باشه که توی والمارت گذاشته شده. به احتمال زیاد فورتنایت نمیدونسته، مثل همون میتی پیکاکس هایی که فروشگاه بدون اجازه فورتنایت میفروختن. حالا باید ببینیم که واقعا راسته یا نه، چون بالاش نوشته فورتنایت، معمولا لودینگ اسکرین ها گوشه کنارش اسم فورتنایت رو مینویسه دیگه، لامای خودمونه و توی بازی هم معمولا هست. حالا نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای استریمرها و یوتیوبرهای فورتنایت. این خبر برمیگرده به چندین روز پیش که تیفو در مسابقات NFL که خیریه بود شرکت کرده بود و در این مسابقات یک اتفاق بد براش افتاد. ساعت 40,000 دلاریش دزدیده شد که روی صفحه میتونید ببینید. این ساعتی که خودش استوری کرده در اینستاگرام فکر کنم، حالا من نمیدونم اینستاگرام یا اسنپچت، 40,000 دلار بوده. نوشته رویال اوک ای پی عربیک دایل استولن این میامی K
که یه ساعتش رفته خودش توییت کرده بود که هیچی بهش نشده ولی با ساعتش فرار کرده و یه ساعت گرون قیمت بود و تو دستش دیدن و ازش دزدیدن. برسیم به خبر بعدی که مربوط به یوتیوبرهای لاکلن که فشن شو برگزار کرده بود و $10,000 برنده فشن شو دریافت میکرد. خیلی کار بدی کرده به نظر من. حالا میگه چه کار بدی کرده؟ توی مسابقهش علی ای شرکت کرده بود، سرور پیکی هم بود که علی ای برنده مسابقه شد و حالا میگید که مشکلش چیه علی ای برنده مسابقه شده. نگاه کنید، کسایی که شرکت کرده بودن از یک فیلتری رد شدن، جوین کرده بودن، دیسکورد گذاشتن، پیام دادن، هزار تا دنگ و فنگ کشیدن، وارد این مسابقه شدن، ولی علی ای و سایفر پی کی همینجوری اومدن تو مسابقه و به عنوان یک یوتیوبر برنده شدن. حالا علی ای میگه من پولشو نمیخوام و به کسایی که قبل من بودن بده این پولو. مشکل این که این حرفو زده، 3 تا ویدیو در مورد همین فقط درست کرده که 10 برابر اون $10,000 رو با این 3 تا ویدیو در آورده. حرف همه بازیکن‌ها این بوده که توی این مسابقه شرکت کرده بودن که علی ای به عنوان یک یوتیوبر باید مثل همه وارد بازی میشد و اینجوری نمیشد و به نظر من برنده شدنشم یه جوری جای سوال داشت و چیکار کنیم؟ استاد علی دیگه، استاد علی وارد این تورنمنت ها میشه و ویدیوهای خودش رو در میاره از طریق این تورنمنت ها. حالا تو ویدیوی قبلی هم زیاد در مورد ویدیوهای استاد علی صحبت کردیم و که برمیگرده به یک موضوع دیگه. این بود از این موضوع. برسیم به یک خبر دیگه در مورد تیم رامبل در فصل بعد که فورتنایت میخواد تفنگایی که توی بازی حذف شدن و دیگه تو تیم رامبل هم نیاره و شما زمانی که یه تفنگی حذف میشه معمولا میتونید تو تیم رامبل پیدا کنید، ولی به گفته یکی از کارکنای فورتنایت تفنگایی که کلن از بازی حذف شدن هم هیچ وقت در تیم رامبل نخواهد اومد. حالا نمیدونم فورتنایت چه گیری داده به تیم رامبل. تیم رامبل معمولا برای کسایی که تازه به بازی آشنا میشنه و باید زیاد روش تمرکز نکنه اونجوری. اکثر بچه‌ای که توش بازی میکنن تازه به بازی آشنا شدن یا اینکه حالا برای تفریح بازی میکنن یا میخوان چالنجا رو انجام بدن. حالا نمیدونم چه گیری داده چند وقته بهش، چون گفته بود میخواد فقط از تفنگای آبی هم تو تیم رامبل استفاده کنه که یک موضوعیه که در موردش هست. و در اینجا یه موضوع دیگر هم من یادآوری کنم که خیلی باحاله. در ویدیو خبری قبلم در موردش من صحبت کردم که واقعا جای خنده داره این موضوع و نمیدونم چرا چنین چیزی داره تو آمریکا اتفاق میفته. به گفته اسلشر که معمولا خبرهای بازی‌ها رو توی توییتر دنبال میکنه، حالا وریفای هم هست تو توییتر، توی کنتاکی مدارس دیگه حق بازی‌های تفنگی توشون نیست و فورتنایت هم جز بازی‌های بند شده است. اینا تو مدارسشون بازی میکنن، عجب حالی میکنن، و فورتنایت هم بین بازی‌هاش بند شده، ولی گفتن تو کنتاکی میشه تفنگ واقعی اینور اونور ببرن و لباس جنگی بپوشن و اینور اونور برن. نمیدونم والا قانونشون چجوری کار میکنه که تفنگ واقعی میشه برداشت ولی نمیشه بازی کرد. واقعا من چی بگم؟ و بچه ها ما با توی این روزهای آینده منتظر یک آپدیت بزرگ باشیم که آپدیتی برای 2 هفته قبل از فصل جدید و کاملا تضمین شده هست که یک ایونت 2 هفته‌ای داشته باشه و ما یک ایونت 2 هفته‌ای رو ببینیم با چالش ها و چیزهای رایگانی که در بازی خواهیم گرفت. حالا اسکین رایگان هم بدن که واقعا عالی میشه. تو روزهای آینده ویدیوهای خیلی عالی خواهیم داشت. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. ساب حتما فراموش نشه، داریم به 5000 تا ساب میرسیم و شما رو تا ویدیوی بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.